برنامه انسجام شهری که طی 2 هفته اخیر از سوی مسئولان محلی هرات جهت ساماندهی به امور شهری رو اندازی شده به کندی پیش می رود و به باور شورای ولایتی هرات آنگونه که توقع می رفت مؤثر نبوده است. از سوی هم برخی از باشندگان هرات می گویند ماموران شهرداری با دست فروشان به گونه غیر اخلاقی برخورد می کنند. اما مسئولان محلی هرات میگویند برخی از دست فروشان توسط سلاح سرد ماموران شهرداری را در عین گردآوری بساطها تهدید به مرگ میکنند. به این گزارش توجه کنید. انتقادها از بهر مؤثر نبودن کار کمیسیون انسجام شهری هرات. با گذشت دست کم 2 هفته از آغاز کمیسیون انسجام شهری در هرات، قناعت باشندگان هرات از بهر گردآوری بساطی‌ها و کاهش سد معبر حاصل نشده است. شماری از باشندگان هرات با انتقاد از مسئولان شهرداری می‌گویند ماموران شهرداری به گونه نادرست با دست فروشان برخورد نموده و گردآوری بساطها از کنار خیابان‌ها مقطعی است. سچرخواب داخل بازار شلوغی داره، دمدکونه بند است، هر پیاده روی ها بند است، هیچ کار شور، ولی هم می آید، همون هم می آید با پس می رود. ترافیک هم یک دم می آید، می برد، باز می زند به گاراژ، با دم دیگه با پس می آید، اینجا باید می ستاب. در سوی دیگر، شورای ولایتی هرات از روند کند فعالیت کمیسیون انسجام شهری انتقاد می کند. اعضای این شورای مردمی تاکید می ورزند ساماندهی امور شهری و ترویج فرهنگ شهرنشینی نباید مقطعی و نمادین باشد. به این کار با کندی پیش میره. علت این است که ما تا حال برای مردمی که کسب کار هستند نتونستیم توسط شورولی ما جای بده. یکی دیگر از برنامه های کمیسیون انسجام شهری گردآوری موترهای لینی و موترهایی است که از روستاها باشندگان را انتقال میدادن به ولایت هرات و حتی از ولایت های اوزه غرب افغانستان، اما دیده میشود که همچنان این موترها سد معبر ایجاد میکنند و برای مردم چالش‌های را به بار آوردند و هنوز جابجا نشدند. اما مسئولان محلی هرات از ایجاد موانع از سوی برخی از علاقات زورگو در برابر کار این کمیسیون ابراز نگرانی میکنند. این مسئولان میگویند برخی از دست فروشان توسط چاقو ماموران شهرداری را انگام گردآوری بساطها تهدید به مرگ میکنند. در اونجا ما کسایی داشتیم که سر پلیس چاقو کشیده بود. سر پلیس چاقو میکشه، پلیس رو بازداشت کرد، پلیس برای از او در دوسیه انداخت، پلیس با او برخورد کرد. متاسفانه یک تعداد بسیار بسیار محدوده، در حدود 6-7 نفر هستند که همواره مانع تطبیق فیصله های کمیسیون میشدن. با این همه به باور آگاهان نبود مکان مناسب برای دست فروشان و عقص رشوه از سوی ماموران شهرداری جز چالش هایی است که باید اداره محلی قبل از شروع کار کمیسیون آن را پیش بینی می کرد.